خب بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع درس ما گرافیک دیزاینینگ. در قدم اول خوب است یک آشنایی پیدا کنیم با گرافیک دیزاینینگ، اینکه گرافیک دیزاینینگ چی هست و بعد از اون میریم روی برنامه ها. خود گرافیک دیزاینینگ یا طراحی گرافیکی چی هست؟ طراحی گرافیکی مراحل هست یا کارهایی هست که یک مفهوم را بتونه از طریق علم ظاهری یا مثلا از طریق همو چشم بصری برای شخص مقابل به صورت درست و یا صحیح نمایش بدن. یعنی کارهای را یا همو هنرهای را که شما برای نمایش دادن یک مطلب برای شخص مقابلتان استفاده میکنید تا به صورت بهتر یا واضح‌تر او را بفهمه یا درک کنه، برش میگیم گرافیک دیزاینینگ. که گرافیک دیزاینینگ معمولا ترکیبی از علم تایپوگرافی، علم فوتوگرافی، علم الستریشن هست و همچنان ترکیب از رنگ ها. یعنی ما معمولا در زندگی روزمره خود یا با محیط خود اگر متوجه شویم، با بنرها و لوحه ها و مثلا لوگوها و رنگ های مختلف سر می خریم، علامات ترافیکی سر می خریم که هر کدام از اینا یک معنا و مفهوم خاص را برای ما داره و تمام از اینا از طریق علم گرافیک دیزاینینگ یا همون طراحی گرافیکی قابلیت ایجاد شدن هست. در این قسمت اشاره کردیم روی تایپوگرافی. تایپوگرافی چی است؟ تایپوگرافی تکنیک یا هنری است برای ترتیب کردن کلمات یا حروف تا بازم برای خواننده یا برای شخص مقابل ما یک مفهومی زودتر را یا سریعتر را و خواناتر را برسانه. این را میگیم تایپوگرافی. و فوتوگرافی چی است؟ فوتوگرافی علم تصویربرداری هست. در صورتی که شخص به مثلا یک تصویر از طریق کمره از یک جای بگیره و بعد این را دوباره به صورت یک تصویر یا به چاپ برسانه یا مثلا روی صفحات به نمایش برسانه، این را میگیم تایپوگرافی. که معمولا یک فوتوگرافر یا یک عکاس کارش گرفتن یک تصویر هست و بعد دوباره به نمایش رساندن از همون تصویر هست. که این هم شامل از گرافیک دیزاینینگ یا طراحی گرافیکی میشه. و همچنان در مورد الستریشن اگه صحبت بکنیم، الستریشن یا خود تصویرگری، تصویرسازی، بازم کارهایی هست یا ترتیب بندی و تنظیم کردن علامات و سمبول هایی هست یا مثلا مراحل هست که شما دوباره بتونید یک مفهوم را برای خواننده یا برای مثلا شخص مقابلتان آسانتر به نمایش بگذارید. مثلا خود پوسترها، مثلا فلایرها، بروشرها، روزنامه ها، مجلات، اینا تماما چیزهایی هستن که از طریق علم مثل تایپوگرافی یا فوتوگرافی یا ممکن الستریشن ساخته شده و در خدمت دیگران قرار داده شده تا بتونه راحت‌تر یک مفهوم را برداشت کنه یا مثلا یک مطلب را متوجه شده. فرض مثال زمانی که میریم در سرک علامات ترافیکی را میبینیم، قبلا ما با همه علامات آشنایی داریم و هر کدامشان برای ما یک مفهوم داره. یا فرض مثال هر رنگ از خود یک معنا و مفهوم خاص را معمولا داره. مثلا رنگ سرخ علامه خطر هست، یا فرض مثال رنگ سبز علامه صلح هست یا به همین شکل بر چیز. یعنی هر کدام از اونها یک مفهوم و معنای خاص را به خود داره که در مجموع میتونیم از طریق علم طراحی گرافیکی همچون موارد را بسازیم و یا که به نشر برسانیم. در قسمت طراحی گرافیکی معمولا دو رقم طراحی های گرافیکی موجود هست. طراحی های گرافیکی راستری و وکتوری. راستر چی است یا وکتور چی است؟ حالا میمون روی صحبت میکنیم. راستر تصاویرهایی هستن یا یک ویوی هست، نمایش هست که توسط نقاط رنگی خیلی زیاد ساخته شده باشه. اینا رو به نام تصاویر راستری یاد میکنیم. یا خود راستر مجموعی از نقاط رنگی خیلی زیاد هست. شما اگه به طور مثال یک تصویر را از طریق کمره بگیرین و این را دوباره بخواید نمایش بدین، یا تصویر از طریق اسکنرها بگیرین پس که مثلا ذخیره کنید یا نمایش بدین، این نوع تصاویرها معمولا با شکل راستری یا برش میگیم پیکسلی، به صورت پیکسلی ذخیره میشه یا پس نمایش داده میشه که معمولا با پسوندهایی مثل JPG، GIF، PNG یا مثلا BMP همچنین پسوندهایی را داره و میتونیم اینا را زیادتر در صفحات ویب یا صفحات اینترنتی ببینیم یا هم بیشتر توسط کمره هایی که همون لحظه یا در اول گرفته میشه. یک تصویر به شکل پیکسلی هست، به شکل راستری یا نقطه‌ای هست. خود پیکسل در حقیقت چی هست؟ پیکسل
دقیقا نقطه رنگ هست یا یک نقطه خیلی کوچک در بین یک تصاویر هست که از خود یک رنگ خاص را داره. این را میگیم پیکسل. شما اگر تصور بکنید یک شکل را یا یک تصویر را، ولی زمانی که خیلی زوم شد و خیلی بزرگ شد، دقیقا یک نقطه رنگ را میبینید. یعنی چندین نقطه رنگ کنار هم قرار گرفته، یا ممکن یک صفحه که کاملا یک رنگ را به خود داشته باشه و هر نقطه رنگ از را به نام پیکسل یاد میکنیم. معمولا زمانی که یک تصویر خیلی زوم شوه، حالت پیکسلی را میتونیم ببینیم. وکتور چی است؟ ما در ریاضیات خواندیم وکتور را. وکتور یک قطعه خط است که از مختصات دو نقطه به وجود آمده باشه. این را میگیم وکتور. درست؟ در طراحی گرافیکی هم وکتور دقیقاً نقطه خطی است یا خطی است که از مختصات دو نقطه به وجود آمده باشه. شما اگر محور کمیت و وضعیه را یا همو اکس و وای را مد نظر بگیرید، محور اکس و وای را اگر فرض مثال یک خطی ساخته شوه که بین مختصات یک و یک و بین مختصات مثلا 4 و 5 باشه، یک خط مستقیم ساخته میشه. همون خط مستقیم را به نام وکتور یاد میکنیم. و معمولا وکتور در برنامه های انجینیری، برنامه های گرافیکی یا مثلا برنامه های مثل CAD یا اشکال سه بعدی خیلی زیاد استفاده میشه. تفاوت عمده بین وکتور و بین راستر ای هست که اگر یک تصویر پیکسلی یا راستری زوم شود، خاصیت پیکسلی را داره یا خاصیت نقطه گگ از آره میبینیم که بیش از حد اگر زوم شود کیفیت خود را از دست میده. ولی چون وکتور مختصاتی از دو نقطه هسته، شما اگه مثلا همین جدولتان را یا همون مختصات محور کمیات وضعیه را اگه فرض مثال در یک اندازه یک متر در یک متر و ترسیم بکنید و بعد به این مختصات مثلا یک و مثلا 4 و 5 را، یعنی تقاطع محور x 4 و مثلا y 5 یک خط را ترسیم بکنید، بازم همون خط است. اگر در یک صفحه خیلی کوچک اگر ترسیم بکنیم، بازم همون مختصات یا همون نقطه هست یا همون قطعه خط هست که بین مختصات مثلا 1 و 1 و 4 و 5 ترسیم شده. هیچگاه کیفیت خود وکتورها از دست نمیده، یا تصاویری که خاصیت وکتوری را داشته باشه با هر چقدر زوم کردن کیفیت خود از دست نمیده، ولی پیکسلی به این حالت نیست. اکثر برنامه‌هایی که ما روزمره با او سر و کار داریم یا استفاده می‌کنیم خاصیت پیکسلی را داره. مثلا خود برنامه فتوشاپ را که شما استفاده می‌کنید، برنامه پینت را استفاده می‌کنید، به این شکل خیلی برنامه‌های دیگه خاصیت پیکسلی را داره. من به طور مثال برنامه پینت را که در ویندوز داریم اگه باز کنیم، ما بیم قرار باشه یک تصویر را ترسیم بکنیم یا یک شکل را در قسمت ترسیم کردم، اگه بیش از حد زوم شود، یک قسمتش زوم شد که الله هاید شد به هر صورت، این اینجا را اگر دقت کنیم بازم حالت نقطه رنگ را میبینیم یا حالت چارخانه را میبینیم. یا اگر بیم روی خود برنامه فتوشاپ مثلا و یک صفحه جدید را باز کنیم، یا خوب است از تصاویرهای موجود یک تصویر را باز کنیم و بیم تا یک اندازه ای را زوم کنیم، یعنی بزرگ شود، مقدار بزرگ نمایی صفحه را تغییر بدیم. فرضاً این تصویر، با وجود که تصویر ما یک تصویر نسبتاً با کیفیت بالایی هست، همین تصویری که فعلا انتخاب کردیم، ولی بازم اگر بیش از حد زوم شود، ببینید تا هنوز کیفیت خود از دست نداده. اگر بیش از حد ما زوم بکنیم، حالت پیکسلی یا هر نقطه رنگ را میبینیم، یعنی هر نقطه از اینا از یک رنگ خاص یا از یک کد رنگ خاصی ساخته شده و این را میگیم پیکسلی. ولی تصاویری که خاصیت وکتوری را داشته باشه، معمولا برنامه الستراتور برنامه است که گرچه بعدا روش زیاد صحبت میکنیم، برنامه الستراتور یک برنامه وکتوری هست. هر شکل و هر چیز را که شما در الستراتور ترسیم بکنید خاصیت وکتوری را داره. که از جمله اگر فرض مثال بیم یک از این تصاویرها را باز کنیم، دقت کنید زمانی که زوم شوه روی ازی، ما به هر اندازه ای که زوم بکنیم بازم کیفیت خود را از دست نمیده. تا فعلا هم حدود 400% زوم شده. درست؟ اگر ما بیم مثلا همین را به هر اندازه ای خواسته باشیم زوم بکنیم، تا فعلا 64000 مرتبه زوم شده. درست؟ 64000 برابر، که بازم همون خاصیت پیکسلی یا خاصیت نقطه نقطه را روی ازی نمیتونیم ببینیم.
چرا که از یک مختصات نقاط با وجود آمده. مثلا شما خطای منحنی را مد نظر بگیرین یا همو گراف های ساین و کوساین را که در مکتب در دوران مکتب خواندیم، اینا را اگر پیش خود تصور بکنیم، هر چقدر مختصات متناسب به هم تغییر بخوره، یعنی کوچک یا بزرگ شود، بازم همون قطع خط هست یا همون شکل منحنی یا مثلا دایروی هست که هیچگاه شکل خود را تغییر نمیده. البته در صورتی که مختصاتش یا همون نقاط متناسب با هم تغییر بکنه. بسیار خوب، پس پیکسل شد کوچکترین نقطه رنگی که تشکیل دهنده یک تصویر هست و تصاویرایی که خاصیت راستر یا وکتور راستر یا پیکسلی را داشته باشه، بعد از زوم کردن یک مقدار مشخصی حالت پیکسلی یا حالت نقطه رنگ را میتونیم دو ببینیم. اما وکتور و این حالت نیسته، از مختصات دو نقطه مشخصی به وجود آمده که با هر چقدر زوم کردن، کوچک کردن یا بزرگ کردن کیفیت خود را از دست نمیده. معمولا برنامه های انجینری به این منظور از خاصیت وکتوری استفاده میکنه که فرض مثال اگه قرار باشه شما نقشه یک شهر را کامل ترسیم بکنید، درست؟ نقشه یک شهر و این باید با کیفیت خیلی بالایی ترسیم شده. اگه قرار باشه را روی یک منطقه مشخص زوم بکنیم، در اون صورت طبعا که کیفیت خود از دست میده اگر پیکسلی باشه، ولی زمانی که وکتوری باشه هر چقدر که زوم بکنیم بازم همون کیفیت خود را داره، یا هر چقدر هم زوم اوت شوه بازم به همون شکل حالت دیده میشه. واضح است اینجا؟ بسیار خوب. حالا میایم روی خود برنامه های فتوشاپ و ایلستراتور. ما قرار است در دوره برنامه ای را بخوانیم به نام فتوشاپ و برنامه ای به نام ایلستراتور. فتوشاپ برنامه ای هست از شرکت ادوب و به این شکل ایلستراتور هم برنامه ای هست از شرکت ادوب یا ادوبی برش میگن. فتوشاپ یا معمولا به نام ادوب و فتوشاپ هم زیادتر میشناسم. بله جان، ادوب فتوشاپ یا ادوبی فتوشاپ هم میگن و ایلستراتور هم به این شکل شرکت سازندهش. بله آها اینجا ادوب شده. ادوب فتوشاپ، ادوب ایلستراتور، شرکت سازنده زنا ادوب نام داره یا ادوبی نام داره. ایلستراتور میگم برتون. فتوشاپ برنامه ای هست که برای ساختن یا برای ویرایش تصویرها معمولا زیادتر استفاده میشه. بنر، لوگو یا مثلا بیزنس کارت، ویزیت کارت ها، کور یا پوش کتاب و بیشتر ویرایش خود تصاویر میشه توسط برنامه فتوشاپ صورت بگیره. فتوشاپ یک برنامه پیکسلی هست، یعنی ما یک پروژه‌ای را که قرار است در فتوشاپ بسازیم یا تولید بکنیم خاصیت پیکسلی را داره که بعد از زوم کردن یک مقدار مشخصی کیفیت خود را احتمالاً از دست بده یا حالت نقطه چین را دو می‌بینیم. و تصویری که از فتوشاپ تولید میشه معمولاً یک دایمنشن یا ابعاد خاص را داره. اگه به طور مثال ما یک تصویر را مد نظر بگیریم، همین تصویری که پیشتر استفاده کردیم، اگر بریم در قسمت پراپرتیز یک تصویر، دایمنشن یا ابعاد تصویر برای ما نشان میده، روی دیتیلز آمده. در این قسمت ببینید ابعاد تصویر ما 4740 پیکسل در 4000 پیکسل هست، یعنی 4000 نقطه رنگ به صورت افقی و ببخشید به صورت عمودی و 4740 نقطه رنگ به صورت افقی در ترکیب یا استفاده از همین تصویر به کار رفته. همین مقدار نقطه رنگ ها ترکیب شده با هم و یک همچین تصویر را ساخته که ممکن بعضی تصاویرها خیلی با کیفیت یا رزولوشن کمتر باشه، ولی بعضی تصاویرها ممکن خیلی با کیفیت بیشتر باشه. حالا فتوشاپ میتونه با هر اندازه‌ای خواسته باشیم یک تصویر را برای ما تولید بکنه. به هر صورت خاصیت فتوشاپ شد حالت پیکسلی. فتوشاپ در اولین بار در سال 1982 ساخته شد که اولین نسخه از او به نام 88 باشن یکمی عرفا از پیش مگردات میشیم. در سال 1988 ساخته شد به نام فتوشاپ سی اس، ادوب فتوشاپ سی اس باشن باشن اشتباه گفتم میره به نام ایمیج پرو بود اصلا، ادوب ایمیج پرو
یک برنامه ای بود به نام Adobe Image Pro، تمام قابلیت های فوتوشاپ ها نداشت، ولی یک سری قابلیت های کم از اوره داشتک که میتونست تا حد امکان تصویر مثلا برش بزند، اندازه از اوره تغییر بده، یا یک سری ویرایش ها روی تصویر انجام بده. نسخه دیگه ای در سال 2003 به بازار آمد به نام CS1 یا تنها همون CS، و به این شکل در سال 2005 CS2 به بازار آمد. این نسخه های از فوتوشاپ هستند. CS2 سال 2007 CS3 به بازار آمد. CS3 اگه سالا رو اشتباه کردم ببخشید. از فکر کنم 2008 بود CS، یا 2010 بود فکر کنم. CS5 به بازار آمد. 5 4 نداریم. CS5 به آمد به این شکل. CS6 در سال 2012 به بازار آمد. CS6 این نوعیت یا همون نام ورژن های فتوشاپ هست. و بعد سال 2013 تبدیل شد به CC. سال 2013 ورژنی که با بازار آمد به نام CC 2013 بود. جان؟ 10 سال پس مانده من. به نام CC 2013 بود، به این شکل در سال 2015، 2017، 2019، 2020 و 2021 که آخرین نسخه فوتوشاپ در ماه اکتبر 2020 ورژن 2021ش به بازار آمد. 2021 البته تا هنوز نسخه بیتا یا نسخه امتحانی از آمده، نسخه کاملش روی بازار نامده از 2020 2021، ولی 2020 نسخه کاملش هست که ما هم بخیر قرار است نسخه 2020 فوتوشاپ را بخوانیم. برنامه فوتوشاپتان میتونه روی آپریتینگ سیستم ویندوز و Mac اینستال شده. در مورد آپریتینگ سیستم ها خوب معلومات دارین. آپریتینگ سیستم یا سیستم عامل برنامه‌ای هست یا سیستمی هست که در اولین بار روی یک قطعه هاردویری یا کامپیوتر اینستال میشه. بعداً برنامه های دیگر روی آپریتینگ سیستم اینستال میشه، مثلا روی ویندوز و مک. نسخه فتوشاپ میتونه روی برنامه روی سیستم های عامل ویندوز و مک اینستال شده. مثلا روی سیستم های عامل موبایل یا مثلا iOS نداریم فعلا از خود فتوشاپ ره. گرچه برنامه هایی را برای فتوشاپ یا برای اندروید و iOS هم ساخته، ولی تمام قابلیت هایی را که فتوشاپ داره نسخه های موبایلش تا فعلا نداره. به هر صورت میم روی نحوه انستال کردن برنامه فتوشاپ. شما بعد از اینکه سیتاب فتوشاپ را بعد از آوردن کافی است روی سیتاب دبل کلیک کرده انستال کنید. مرحله انستالیشنش خیلی آسان است و از ما فعلا هم نصب شده هست. در قسمت میشم از سیتاب را بعداً در اختیارتان قرار بدم. کافی است شما همین سیتاب را باز کرده، بعد از اینکه باز شد کلیک کنید روی گزینه انستال و خودش اتومات برایتان انستال میشه. دیگه شما نیاز ندارین مرحله به مرحله برش مثلا موقعیت و نام فولدر رو مثلا جزئیاتش رو تعیین بکنید. و ما از اینکه ما کلیک کنیم روی گزینه کانتینیو، برنامه فتوشاپ برای ما انستال میشه. ولی فعلا چون انستال شده هست نیاز نداریم انستال کنیم. میم روی نحوه باز کردن فتوشاپی که چه قسمی برنامه فتوشاپ را باز کنیم. آسان است بله. در صورتی که ما بیم در ویندوز البته برنامه جدید را انستال کنیم، معمولا در قسمت استارت منیو برای ما لست همو برنامه ها دیده میشه. بعد این لیست میتونیم برنامه فتوشاپ خود را پیدا کرده روی از او کلیک کنیم. یکی از روش های باز کردن، یا میتونید در قسمت سرچ یا جستجو تایپ بکنید فتوشاپ تا برنامه فتوشاپ برایتان باز شود. معمولا زمانی که تازه برنامه فتوشاپ را باز میکنید با همین محیط روبرو میشین که تا هنوز ما کدام صفحه ای را باز نکردیم، یا اگر هیچ فایل را هم قبلا باز نکرده باشیم در اون صورت صفحه ما یا محیط ما به این شکل است. برای از اینکه بیم یک تصویر جدید را باز کنیم یا بخوایم یک پروژه جدید بسازیم، گزینه‌ای هست به نام Open و Create New که از قسمت میتونیم یک تصویر جدید را، یک پروژه جدید را بسازیم و یا تصاویرهای موجود را باز کنیم. مثلا من کلیک میکنم روی گزینه Create New تا یک پروژه جدید را در فتوشاپ بسازم. زمانی که میخوایم یک پروژه جدید را در فتوشاپ بسازیم، چیزی که خیلی مهم هست در قدم اول،
تعیین دایمنشن یا ابعادی از همون صفحه یا همون پروژه ما هست. یعنی تصویری را که شما قرار است بسازین یا تولید آخری پروژه فتوشاپتان به چی دایمنشن یا ابعاد باشه. گرچه میتونید بعداً همی را تعیین بکنید یا تغییر بدین، ولی خوب است همیشه در قدم اول همی کار ما انجام بدین. حالا مثلا آمدم یک اندازه ای را مثل اندازه A4 انتخاب کردم. اندازه A4 21 سانتی متر در 29.7 سانتی متر هست. صفحات A4 اگر شما مد نظر بگیرید همین اندازه را به خاطر. یا جدا از او میتونید از اندازه های مختلف دیگه ای کار بگیرین. در قسمت بالا هم خیلی اندازه هایی را برایتان پیشنهاد میکنه. مثلا در قسمت فوتو اگر بیم، معمولا اندازه هایی که برای تصاویر استفاده میشه، 16 سانتی متر در 12 سانتی متر، یا مثلا 3 اینچ در 2 اینچ، یا مثلا 4 اینچ در 6 اینچ، معمولا همون اندازه های پستکارت یا بسکارت برش میگیم. این اندازه ها زیادتر معمول هستن. به هر صورت زمانی که شما یک اندازه ای انتخاب کرده و کلیک کردن روی گزینه کرییت، برایتان همو صفحه یا همو پروژه ساخته میشه. حالا میتونیم تمام قابلیت هایی را که فتوشاپ داره روی همین صفحه تطبیق بکنیم، یا روی لیر هایی که بعدا میسازیم از قابلیت های فتوشاپ استفاده کنیم. تا اینجا واضح است برتن؟ بسیار خوب. خاصیت فتوشاپ خاصیت لیری هست. یعنی تصویری را که شما در فتوشاپ دارین یا پروژه‌ای را که میان در فتوشاپ میسازین از لیرها یا از لایه های مختلف تشکیل شده. ما این به طور نمونه یک پروژه‌ای را باز میکنیم که قبلا کار شده باشه. ببینید یک پروژه که مثلا یک دیزاین یا یک طرح ساخته شده، ممکن است لیرهای خیلی زیاد استفاده شده باشه. به طور نمونه اگه یک از اینا را پیدا کنیم، مثلا یک پروژه موجود را باز کردم. زمانی که یک پروژه را شما در فتوشاپ میسازین، برای هر تصویر جدید یا برای هر قطعه تصویر جدید نیاز دارین یک لیر را به وجود برین. و ترکیب یا خاصیت فتوشاپ هم خاصیت لیری هست. یعنی خود تصویر حال جدا یک لیر هست، این تصویر ما جدا یک لیر هست، هر متن را که در اینجا داریم مثلا جدا یک لیر هست و میتونیم را انتقال بدیم، جابجا بکنیم، اندازه از او را تغییر بدیم. و طرف راست صفحه اگر دقت کنید، تمام لیرهایی را که باعث تشکیل همین تصویر شده یا همین پروژه شده در اینجا میبینیم. و هر کدام از اینا را اگر شما کلیک کنید میتونید انتخاب کرده و مثلا انتقال بدین یا تغییر بدین اندازه از او را، موقعیت از او را، یا مثلا از بین ببرین. به هر صورت یعنی خاصیت یک پروژه فتوشاپ خاصیت لیری هست. از مجموعه لیرهای خیلی زیاد ساخته شده تا برای ما یک تصویر را یا مثلا یک همچین شکل ظاهری را ساخته. زمانی که ما تازه پروژه را باز کنیم یا یک صفحه جدید را در فتوشاپ باز کنیم، به این شکل یک محیط را داریم. مثلا همین صفحه اگر باشه، یک محیط را به این حالت داریم. معمولا زمانی که شما تازه یا اولین دفعه تان اگر باشه برنامه فتوشاپ را باز کنید، معمولا ورک اسپیس به نام اسنشیال که حالت دیفالت، حالت پیش فرض هست، این حالت برایتان باز میشه. خوب است یک بار کلیک کنیم روی رسید اسنشیال. دقیقاً همین آپشن ها و همین طور یک صفحه را می‌بینیم. در قسمت بالای صفحه فتوشاپ خود ما مینوها را داریم. روی هر کدام از اونا اگر کلیک بکنیم، آپشن های مربوطه از همون مینو را میتونیم ببینیم. و به طرف چپ صفحه تول بار را داریم یا جعبه ابزار برش میگیم. چیز خیلی کاربردی و تقریبا گفتم میتونیم پرکاربردترین آپشن هایی که در فتوشاپ هست همین تول بار هست یا جعبه ابزار هست. و کنترل بار را داریم در این قسمت. شما هر تولبار را یا هر ابزار را که انتخاب بکنید، کنترلر های از را یا آپشن های مربوطه از را میتونید در قسمت بالای صفحه ببینید. مثلا ما آمدم یک ابزار را یا یک تولز را انتخاب کردم، آپشن های مربوطه از را در قسمت کنترل بار برای ما نشان داده میشه. و همچنان به طرف راست صفحه بعضی پنل ها یا بعضی ویندو های جدایی را میبینیم، مثل کالر یا رنگ یا لرن. البته در قسمت فتوشاپ های 2020 جدید چند مرحله آموزشی داره، اما کارهای ابتدایی که میشه در فتوشاپ انجام بدین، مثل برش دادن یا انتقال دادن یا تغییر سایز یک تصویر، این کارهای اولیه هست. به صورت آموزشی میتونید از این هم کار بگیرید. و در قسمت پایین لیر را داریم.
و یک ویندو یا یک پنل به نام لیر هست. لیست تمام لیرهایی را که در همین پروژه یا در همین صفحه داریم میتونیم در این قسمت ببینیم. البته شما خوب است همیشه محیط کاری خود را به دلخواه خود تعیین یا تنظیم بکنید. برای از کار ما اگر بیایم در روی گزینه ویندو آپشنی را داریم به نام ورک اسپیس یا همون محیط کاری. میتونیم به حالت دلخواه محیط کاری خود را تعیین یا ترتیب بکنیم. معمولا خود فتوشاپ هم چند محیط کاری را پیش فرض داره. مثلا 3D این هم یک محیط کاری هست که معمولا آپشن هایی که مربوط به بخش های 3D در فتوشاپ شوه اینا را زیادتر نشان میده. از جمله یک پنل هست به نام 3D، یا اگر به طور مثال انتخاب بکنیم از قسمت ورک اسپیس حالت مثلا پینتینگ را، آپشن هایی بر ما زیادتر نشان داده میشه که در رسامی و نقاشی زیادتر استفاده میشه. یا همچنان اگر بیم در روی ویندو یا همون منوی ویندو هر پنل را یا هر ویندو را که نیاز داشتیم میتونیم از قسمت فعال یا غیر فعال کنیم. مثلا برای ما میخوایم زیادتر با تکس یا متن سر کار داشته باشیم میتونیم از قسمت کرکتر را فعال کنیم. تنظیمات کرکتر تنظیمات خود متن هسته یا از همون تکست هسته. یا به طور مثال شما زیادتر ممکن سر کار داشته باشین با رنگ ها، پس میتونید از قسمت کالر را فعال کنید یا همون پنل را در خود ویندویتون اضافه کنید. و همچنان میتونیم ویندوی مربوطه یا پنل مربوطه را در قسمت های دلخواه صفحه در هر طرفی که خواسته باشین انتقال داده میتونید. مثلا من اینو گرفتم و آوردم در این قسمت در اینجا قرار دادم، یا پنل کالر را از اینجا گرفته و به این قسمت انتقال دادیم، یا مثلا خود لیرها را از قسمت گرفته و به جای دیگه انتقال دادیم. یعنی خود محیط سفر را به هر شکل و ترتیبی که خواسته باشیم امکانش هست تا تعیین بکنیم. مثلا لیرها را هم قرار دادم در این قسمت. به هر صورت پس اگه خواستین همین محیط کاری را که به دلخواه تعیین کردین یا ترتیب کردین، شاید بعضیا با محیط کاری یا همون ورک اسپیس به نام اسنشیال که حالت پیش فرض خود فتوشاپ هست شاید راحت نباشه. میتونه یک محیط کاری را دلخواه بسازه و او را ذخیره کنه. حالا دوباره تبدیل کردیم به صورت اسنشیال یا همون محیط کاری اولیه. میتونید محیط خود را به دلخواه بسازین و بعداً ذخیره هم بکنید. ما در قسمت گزینه ای را داریم به نام نیو ورک اسپیس. مثلا ما آمدم گزینه کاراکتر را فعال ماندم یا پنل به نام کاراکتر را فعال ماندم. به این شکل پترن را اگر فعال کنیم یک پنل جداگانه ای هست این قسمت برای ما، یا به این شکل میم تایم لاین را فعال میمونیم. حالا میتونیم به یک محیط دلخواه یعنی محیط کاری خود را به دلخواه ذخیره کنیم. روی ویندو آمده ورک اسپیس آپشنی هست به نام نیو ورک اسپیس. به هر نامی که خواستین میتونید این قسمت ذخیره کنید. مثلا مای نیو ورک اسپیس ذخیره شود و اگر کلیک کنیم روی گزینه سیو با یک نام جدید برای ما ذخیره میشه. اگر دوباره فرض مثال فتوشاپ را باز کردین شاید همین محیط نبود یا احتمالاً کسی دیگه اومده تغییر داده، میتونید همون محیط دلخواه خود را از لیست ورک اسپیس ها انتخاب کرده تا محیط کاریتان به همون محیط دلخواهی که شما انتخاب کردین تبدیل شده. حالا هم تبدیل شده به محیط مای نیو ورک اسپیس. یا میم یک بار انتخاب میکنیم مثلا حالت اسنشیال را. معمولا آپشن هایی که خیلی ضروری باشه در قسمت اسنشیال تعیین میشه. و اگر اسنشیال انتخاب هم بکنیم در صورتی که برنگرده به همون حالت، گزینه ای را داریم به نام رسیت اسنشیال، یعنی تمام تنظیمات اولیه رسیت شوه برگرده به حالت پیش فرض خود. محیط کاری ما پس برمیگرده به همون محیطی که پیش فرض هست و اول در فتوشاپ تعیین شده هست. واضح است برتون؟ بسیار خوب. بازم برای باز کردن یک صفحه جدید یا یک پروژه جدید یا برای ذخیره کردن از او، برای باز کردن فایل های موجود یا پروژه های موجود، تمام از او آپشن ها رو ما در روی منوی فایل فتوشاپ داریم. اگر بیم در روی منوی فایل گزینه نیو کلیک بکنید اجازه دارین شما یک صفحه جدید را یا یک پروژه جدید را بگیرید. مثلا ما یک صفحه جدید را میخواییم با یک ابعاد مثل اندازه A5 باشه. اندازه A5 یک اندازه ورق هست انتخاب کردم. اگر حالا کلیک کنیم روی گزینه کرییت یک صفحه جدید به اندازه A5 ولی به صورت هوریزونتال یا افقی برای ما ساخته میشه. حالا اگر قرار باشه ذخیره کنیم همین پروژه خود را، به طور مثال در اینجا ما چند تا شکل را داریم و چند تا تصویر هم ممکن اضافه کرده باشیم. یک تا شکل در این قسمت، یک شکل دیگه و یک شکل دایروی را داریم. به هر صورت
قرار است این را ذخیره بکنیم. برای ذخیره کردنش دوباره میتونیم بیم روی منوی فایل و گزینه به نام سیو، میتونیم در هر آدرس خواسته باشیم ذخیره کنیم. فتوشاپ فایل هایی را که ذخیره میکنه پسوندی PSD را به خود میگیره. PSD مخفف فتوشاپ داکیومنت هست. فتوشاپ داکیومنت. اگر شما یک فایل را با پسوند PSD ذخیره کنید، دوباره قابلیت ویرایش یا قابلیت تغییر هست. معمولا تصاویری که از طریق یک کامرا گرفته میشه، معمولا پسوند هایی مثل JPG را زیادتر داره. معمول ترین پسوند همون JPG هست. یا جدا از ما پسوند های دیگه ای را مثل PNG هم داریم، یا BMP هم داریم، یا GIF. اینا معمولا توسط برنامه های دیگه ساخته میشه. ولی زمانی که یک تصویر در همون اول از طریق یک کامرای دیجیتالی گرفته شود، با پسوند JPG هست. اگر قرار باشه شما یک تصویر را یا همون پروژه فتوشاپتان با پسوند JPG ذخیره کنید، دیگه قابل ویرایش نیست. قابل ویرایش به این معنا که نمیتونیم مثلا لیرهای از را دانه به دانه تغییر بدیم. ولی تا زمانی که خاصیت پروژه فتوشاپ را داشته باشه، یعنی تا زمانی که پسوند PSD را به خود داشته باشه. حالا در این قسمت پسوند PSD داره. البته نامش ما تعیین نکردیم. اتومات کلمه Untitled به خود گرفت. میم یک نام تعریف میکنیم، مثلا نامش باشه نیو. پسوند PSD را داره بله. و این PSD خاصیت دوباره ویرایش شدن را هم داره. یعنی میتونیم خیلی راحت همون لایه‌هایی که باعث تشکیل یک تصویر یا یک پروژه در فتوشاپ شده ویرایش شود. مثلا اگر بیم در همین پروژه‌ای که داریم در قسمت هایی را فعلا بسته میکنم از سر بخوایم باز کنیم، بازم برای باز کردنش میتونیم بیم روی گزینه فایل اوپن، باز شوه برای ما. در کجا قرار داشت؟ روی دسکتاپ بود و به نام نیو. میتونیم خیلی راحت دوباره ویرایش کنیم، یعنی جایش یا موقعیتش انتقال بدیم از یک جای به جای دیگه، یا اندازه از اون را تغییر بدیم، مثلا بزرگتر شوه یا کوچکتر. هر تغییرات را خواسته باشیم روی یک پروژه که با پسوند PSD باشه، یعنی حالت باز هست، میتونیم ویرایش کنیم. دقیقا مثل از این میمونه که شما فرضاً یک فایل ورد را داریم و فایل وردتان تا زمانی قابلیت ویرایش را داره که به صورت ورد ذخیره هست. اگر مثلا این را چاپ بکنید یا با پسوند PDF ذخیره کنیم، دیگر قابلیت ویرایش را نداره. دقیقاً پروژه های فتوشاپ با حالت تصویر هم به می شکل است. اگر تا زمانی که به صورت یک پروژه فتوشاپ هست، خیلی راحت قابلیت تغییر را داره. ولی زمانی که تبدیل به تصویر شد، او خاصیت خود را از دست می ده و تمام لیرها تبدیل به یک لیر یا یک لایه می شه. که لایه ها را هم گفتیم در این قسمت قرار داره. میم دوباره یک صفحه جدید را باز میکنیم. کلیک کردم روی کنترل ام، شارتکت برای باز کردن صفحه جدید. بله؟ یا میتونیم از روی منوی فایل آمده کلیک کنیم روی گزینه نیو. شارتکت برای باز کردن صفحه جدید کنترل ام هست از روی کیبورد. زمانی که شما یک صفحه جدید را میگیرین، در این قسمت بعضی اندازه هایی هست که قبلا استفاده کردیم، یا هر اندازه ای را که دلخواه خواسته باشین استفاده کنین، بازم امکانش هست. ما میتونیم برای صفحه خود یک نام تعیین بکنیم، مثلا نام ازی باشه نیو پیج، و بعد میایم ابعاد صفحه خود را یا همو رزولوشن از رو تعیین کرده میتونیم. نظر به واحدهایی مثل پیکسل، اینچ، سانتی متر، میلی متر، پوینت و یا پیسز. نظر به این واحدها تعیین کرده میتونیم. فرضاً اگر انتخاب بکنیم واحد اینچ را، حال واحد اندازه‌گیری ما بر اساس واحد اینچ هست و هر اندازه‌ای را که شما تعیین بکنید. مثلا یک بزنس کارت را قرار است دیزاین بکنید. بزنس کارت معمولا اندازه ای را که به خود داره فکر کنم 2 اینچ در 3 اینچ، بر اساس سانتی متر یادم است اندازه‌اش میشه سانتی متر انتخاب بکنیم. یک بزنس کارت یا همون ویزیت کارت اندازه‌اش هست معمولا 9 سانتی متر در 5.5 سانتی متر، یعنی اندازه معمول یک بزنس کارت است. حالا اومدیم واحد را انتخاب کردیم، اندازه را مشخص کردیم و اگر کلیک کنیم روی گزینه کرییت یک صفحه برای ما ساخته میشه. ولی بازم قبل از اون چیز دیگه ای را داریم به نام رزولوشن. رزولوشن یا همون وضاحت، کیفیت. از قسمت رزولوشن ما میشه تعیین بکنیم مقدار وضاحت یک پروژه یا همون صفحه جدیدی که ساخته میشه به چی اندازه باشه. معمولا رزولوشن هم بر اساس دو واحده، پیکسل بر اینچ یا پیکسل بر سانتی متر تعیین میشه.
خب از مثال از این را در این قسمت مد نظر بگیریم فعلا. خب شما مثلا یک سانتی متر مربع را مد نظر بگیرید. فرض مثال همین شکل ما یک سانتی متر مربع هست و یک شکل دیگه ما یک اینچ مربع هست در این قسمت. زمانی که مشخص میکنیم 300 پیکسل پر سانتی متر، یعنی 300 نقطه رنگ یا 300 پیکسل در همین یک سانتی متر مربع باعث تشکیل یک تصویر شود. یا مثلا زمانی که تعیین میکنیم 300 پیکسل بر اینچ، یعنی 300 نقطه رنگ باعث تشکیل از همین صفحه شود. در اون صورت آیا به نظرتان تصویری که با رزولوشن یا کیفیت 300 پیکسل بر اینچ هست بالا هست یا با 300 پیکسل بر سانتی متر؟ طبعا سانتی متر، چون در یک اندازه کوچکتر تعداد نقاط رنگ بیشتر هست و به هر مقداری که رزولوشن یا تعداد پیکسل های ما در یک نقطه کوچکتری بیشتر باشه کیفیت همون تصویر یا پروژه ما هم بیشتر هست. دوباره آمدیم یک صفحه جدید را میگیرم. همون اندازه مثلا 9 سانتی متر در 5.5 البته سانتی متر 9 سانتی متر در 5.5 سانتی متر مثلا. و از قسمت اگر رزولوشن هم فرض مثال انتخاب بکنیم ما سانتی متر پیکسل پر سانتی متر، یعنی در یک سانتی متر مربع تعداد رزولوشن را که میخواین داشته باشه مثلا 300 پیکسل یا کمتر یا بیشتر از این، که معمولا در صنایع چاپی یعنی چیزایی که به چاپ میرسن و معمولا توسط پرینترهای کوچک، اما پرینترهایی که یک ورق را یا یک تصویر را چاپ میکنه رزولوشنش را باید بگیریم 300 پیکسل پر سانتی متر، البته برای تصاویری که با کیفیت بالا باشه. ولی برای متن‌های عادی حالت 300 پیکسل پر اینچ هم کافی است، یعنی همین گرچه بزنس کارت است، بزنس کارت باید ما با اندازه 300 پیکسل پر این سانتی متر بگیریم. ویش باز بعدا مشخص میکنیم. در صورتی که فرض مثال یک بزنس کارت است یا یک دیزاینی هست که با یک اندازه کوچک پرینت میشه باید کیفیتش بالاتر باشه، پس میگیریم 300 پیکسل پر سانتی متر. ولی زمانی که انتخاب بکنیم مثلا صفحه A4 را، صفحه A4 معمول با اندازه 300 پیکسل پر اینچ باید تنظیم شود. شما اگر قرار باشه یک تصویر را، یک عکس را، عکس مثل عکسای تذکره یا پاسپورت 3x4 یا 4x5 اگر دیزاین بکنید باید رزولوشن از او را بگیرید 300 پیکسل پر سانتی متر. اگر کمتر از این باشه معمولا تصویر ما با کیفیت کمتر چاپ میشه. 300 پیکسل پر سانتی متر اندازه استاندارد هست. ولی زمانی که قرار است یک اندازه خیلی بزرگ را چاپ بکنید مثل یک بنر یا مثلا یک همو بیلبورد های خیلی کلان اگر قرار باشه به چاپ برسه، معمولا اندازه ای را که برای بیلبورد های کلان میگیره واحدش هست یا مقدارش 72 پیکسل بر اینچ، یعنی خیلی کمتر هست نظر به اندازه چاپ موادایی که از طریق پرینترهای کوچک چاپ میشه، چون معمولا پرینترهای بزرگ اگر مقدار رزولوشن از اون زیاد بگیریم رنگ زیادتر را روی همو روی همو تکه یا همو ورقه که به چاپ میرسانه استفاده میکنن و این کار باعث میشه تا رنگ پاشیده شده و دیزاین یا همو مثلا چاپ ما بر هم بخوره. اما زمانی که 72 پیکسل پر اینچ را بگیریم، یا معمولا دیدین بعضی استند رول همو چیزایی که یک پایه داره و ایستاده میشه، اینا رو معمولا 96 پیکسل بر اینچ میگیره، چرا که ماشین چاپ استند اپ رول ها بازم میتونه پیکسل هایش نسبتاً کوچکتر باشه و رنگ را که استفاده میکنه روی همون ورق مخصوصی که داره اون حالت پاشیده را به خود نمیگیره، رنگش در عامیانه میگیم زه نمیکنه، درست؟ ولی زمانی که باشه تعداد پیکسلش زیادتر یا مثلا همون 300 پیکسل بر اینچ امکان داره رنگ ما پاشیده شوه یا زه کنه، ممکن بر هم بخوره یا حتی بره در پشت همون تکه که به چاپ میرسونید. خب دوباره آمدیم یک اندازه ای را انتخاب کردیم از این قسمت، همون اندازه 9 سانتی متر در یا 90 میلی متر در
55 میلیمتر. 55 میلیمتر پس میشه همون 5 سانتی متر. از این قسمت میتونید اورینتیشن یا جهت صفحه‌تون هم تعیین کنید. اگر بگیریم حالت پورتریت یعنی شکل عمودی را داشته باشه که در صورت همیشه هایت یا ارتفاع صفحه بیشتر هست. اگر حالت ویت ما حالت هوریزونتال یا افقی را بگیریم، در صورت ویت یا عرض صفحه بیشتر هست، هایت یا ارتفاع کمتر هست. و دیگه داریم کالر مود. مود یا شکل حالت رنگتان به چه شکل باشه. بازم معمول پرینترها چهار رنگ هستن. شاید در اکثر مطبعه ها یا چاپخانه ها گرفته باشین، چهار رنگ زیاد استفاده میشه. RGB مخفف Red, Green, Blue رنگی هست که بیشتر در صفحات دیجیتالی استفاده میشه. مثلا در وبسایت ها یا مثلا در صفحات موبایل، صفحات کامپیوتر زیادتر از رنگ RGB استفاده میشه. شما یک تصویر را که در ابتدا میگیرین از طریق یک کامرا، همو حالت RGB را یا ترکیب سه تا رنگ رید، گرین و بلو هست. خوب است یک کمی در مورد رنگ ها اگر صحبت بکنیم. کامپیوتر چه قسمی یک رنگ را میفهمه؟ خود کامپیوتر یک ماشینی است که زبان باینری داره، درست؟ یعنی در مجموع 0 و 1 هست زبان کامپیوتر، یا 0 هست یا 1. ولی هر رنگی که ساخته میشه از خود یک کد مشخص را داره. مثلا همین RGB را اگر مد نظر بگیریم، Red, Green, Blue میتونه بین 0 الا 255 به خود قیمت بگیره. بین 0 الا 255. کوچکترین واحدی که در کامپیوتر ذخیره میشه یک بیت هست. شاید بلد باشه. کوچکترین واحدی که در کامپیوتر ذخیره میشه یک بیت هست. و در صورتی که قرار باشه یک کلمه با مفهوم را یا یک عبارت و مفهوم یک عبارت را یا مثلا یک سمبول با مفهوم را در کامپیوتر ذخیره کنیم، ما نیاز داریم حداقل 8 بیت را استفاده کنیم یا به مصرف برسانیم از حافظه کامپیوتر، که در اون صورت 8 بیت تان مساوی میشه به 1 بایت. به این خاطر واحد اندازه‌گیری کامپیوتر را هم بایت تعیین کرده، درست؟ حالا در قسمت رنگ ها، زمانی که قرار باشه یک رنگ مشخص را ذخیره کنید، شما حداقل به 8 بیت نیاز دارید که 8 بیت تان میشه 2 به نمای 8 و 2 به نمای 8 میشه 256، و در صورتی که ما از 0 حساب بکنیم میشه بین 0 تا 255. پس به این خاطر رنگ های مثل RGB یا کد RGB ما بین 0 تا 255 به خود قیمت میگیره. گرچه روش های خیلی زیاد را داریم در قسمت کد گذاری رنگ ها، یک روش RGB هست، روش هگزادسیمال هست یا قاعده 16 تایی برش میگیم، قاعده عددی هست. این هم 0 الی 255 و 0 الی 255. در صورتی که قرار باشه مثلا یک رنگ را مشخصا ذخیره کنیم، هر رنگ را که شما تصور میکنید در کامپیوتر بر اساس همین کد ساخته شده میتونه. مثلا شما از رید آمدین بین 0 تا 255 یک قیمت را وضع کردین مثل 100، و اگر بیم مثلا از رنگ بلو این را باز سرچپه درش کردیم، رید گرین بلو هست با این ترتیب RGB برش میگیم، از رنگ مثلا گرین بازم یک عددی بین 0 تا 255 ترکیب شده مثل 90، و از آبی هم مثلا عددی مثل 100 ترکیب شده. حالا این خودش یک رنگ جدا هست. حتی اگه شما یکی از این اعداد را تغییر بدین، باز یک رنگ متفاوت تر ساخته میشه. یعنی هر نقطه رنگ از خود جدا کد را داره. ببین به طور نمونه یک نقطه رنگ را ببینیم در این قسمت، یا خوب است یک تصویر را باز کنیم. از داخل درایو دی فولدر پیکچر مثلا همین تصویر را باز کردیم، و اگه بیم ما یک نقطه مشخص از اینا را انتخاب بکنیم، فرض مثال در این قسمت، اینی طور یک کد رنگ را در حالت یا در قاعده هگزادسیمال یا قاعده 16 تایی ما در حساب ریاضیات اگه مد نظر بگیریم، قاعده دسیمال یا دهگانه را داریم که در زندگی روزمره خیلی زیاد استفاده میشه. قاعده 16 تایی معمولا در حالا جدا از رنگ در خیلی قسمت های دیگه، ولی فعلا در رنگ ها استفاده میشه. قاعده 8 تایی یا اکتا را داریم که در بعضی موارد یا بعضی سیستم ها استفاده میشه. برصورت
همه کد رنگ ما هم از قاعده هگزادسیمال یا شانزدهمی همینطور یک کد را ساخته، یا اگر از حالت RGB مد نظر بگیریم، نقطه رنگ را که انتخاب کردیم نظر به همون تصویر، یا مثلا نمادم این نقطه رنگ را مد نظر میگیریم، کد ترکیب دهنده ای از همین نقطه رنگ شده، مقدار R یا سرخ 146 از گرین 149 از بلو 168، یا اگر تنها خود رنگ سرخ مثلا انتخاب بکنیم از اینجا، کد رنگ سرخ تنها 255 هست. ترکیب سبز و آبی اصلا در سرخ استفاده نشده. یا برعکس، اگر ما به این مقدار سبز سرخ را فرضاً 0 تعیین بکنیم که رنگ سیاه میشه، درست؟ سیاه. اگر تمام شد 255 قیمت بتیم پس چی میشه؟ سفید میشه، بله. یا اگر تنها گرین را مثلا قیمت کامل برش بتیم 255، رنگ سبز میگیره. یا به همین شکل اگر بلو را قیمت کامل برش بتیم، صفر، و بلور اگر قیمت کامل برش بتیم 255، رنگ آبی ترکیب میشه برای ما. یعنی شما اگر تصور بکنید رنگ های خیلی زیاد را میتونم، کسی که احتمالات را خونده، رنگ های خیلی زیادی بین همه رنجی از کد ها ترکیب شده میتونه. معمولا بعضی صنایع چاپی که ما در زندگی روزمره استفاده میکنیم، مثل پرینترها یا پرینترهایی که چی به صورت لیزر جت هست یا انک جت هست، اینا خاصیت چهار رنگه را داره، و او چهار رنگ CMYK هست: سیان، مجنتا، یلو، بلک، CMYK. ولی RGB بیشتر در تصاویرهایی که در صفات دیجیتالی استفاده شده استفاده صورت میگیره. ولی زمانی که شما آمدین مود رنگ یا همو رنگ حالت رنگتانه CMYK انتخاب کردین، دقیقا همو تصویر رو که در روی صفحه میبینید اگر چاپ هم بکنید با همو روشنی یا با همو کیفیت تصویر چاپ میشه. ولی شاید بعض وقتها متوجه شده باشین، کسایی که فتوشاپ قبلا کار کرده، اگر بیا یک تصویر رو در مود یا حالت RGB دیزاین کنه، بعد به چاپ برسونه ببینه تا جای رنگ ها تغییر میکنه. و یه هم دلیلش این است که دقیقاً کدهای RGB مطابقت نمیکنه با کدهای CMYK، و این خاطر تا جای اندک تفاوت به وجود میاد. بازم یک صفحه جدید کامل درش نتونستیم.